با سلام و خسته نباشید خدمت بینندگان محترم من پدرام رافی هستم با بررسی هفتگی بازار فورکس پیش زمینه خبری این هفته چندان افزون نبوده و نرخ نوسانات ارزی تنها از روز چهارشنبه افزایش خواهد یافت مهمترین آمار هفته جاری نیز از قبیل تنظیمات نرخ بهره کانادا تغییرات سطح اشتغال استرالیا حجم خورده فروشی بریتانیا و دیگر آمار اقتصادی کلان از سرتاسر سر جهان خواهد بود در طی اجرای جلسات معاملاتی چهارشنبه اروپا نشر دادههای ماه دسامبر اتحادیه اروپا در رابطه با تغییرات شاخص بهای مصرف کنندگان منطقه را مشاهده خواهیم نمود افزایشهای آتی دادههای این شاخص تحکیمات ارزی یورو را به همراه خواهند داشت کمی دیرتر و در طی اجرای جلسات معاملاتی این روز آمریکا گزارش مربوط به چگونگی تنظیمات نرخ بهره بانکی کانادا و کنفرانس مطبوعاتی مابد نشست انتشار خواهد یافت نرخ های کنونی دلار کانادا احتمال کاهش شبی نرخ بهره از یک تا 75 دهم درصد را همواره مشمول بوده و افزایش نرخ نوسانات این واحد ارزی در طی انتشار آمار مربوطه نیست بسیار امکان پذیر جلوه می نمد. در طی اجرای جلسات معاملاتی شنبه اقیانوس آرام نشر داده های ماه دسامبر استرالیا در رابطه با تغییرات سطح اشتغال این کشور را مشاهده خواهیم نمود ادامهیابی روند افزایشی و اخیرا شکل گرفته این شاخص در طی انتشارات در پیش رو تحکیمات نرخی دلار استرالیا را به دنبال خواهد داشت جلسات معاملاتی این روز آمریکا با انتشار داده های ماه دسامبر ایالات متحده در رابطه با تغییرات کمی تعداد جواز صادره به منظور ساخت و ساز در این منطقه همراه خواهد گردید. بروز تغییرات شدید در متن داده های در پیش روی این شاخص نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده را افزایش خواهد داد. کمی دیرتر و در طی اجرای همین جلسات معاملاتی با نشر داده های ماه ژانویه بانک ذخایر فدرال فیلادلفیا در رابطه با تغییرات شاخص فعالیت تولیداتی این کشور نیز برخورد خواهیم نمود بروز تغییرات شدید در متن داده های در پیش روی این شاخص نرخ نوسانات ارزی دلار ایالات متحده را افزایش خواهد داد. و اما داده های مربوط به تغییرات حجم ذخایر نفتی این کشور کمی دیرتر و در طی اجرای جلسات مامورتی پنجشنبه آمریکا برزخند رسید. تغییر قیمت طلای سیاه در پی تجدیدیابی شدید داده های در پیش رو بسیار مبرم جلوه خواهد نمود. در طی اجرای جلسات معاملاتی جمعه اروپا نشر دادههای ماه دسامبر بریتانیا در رابطه با تغییرات حجم خورد فروشی این کشور را مشاهده خواهیم نمود همچنین ادامه یابی رشد فعلی این شاخص توان پشتیبانی از تحکیمات ارزی پوند را دارا باشد. همراه با اتمام اخبار این هفته خاطر نشدم که با وجود کمرنگ بودن پیش زمینه خبری هفته جاری سطح فعالیت های معاملاتی ارزهای پایه افزایش خواهد یافت و افزایش منحصر به فرد نرخ نوسانات نیست از آن یورو دلار کانادا و استرالیا پوند استرلینگ و دلار آمریکا خواهد بود. با آرزوی بهترین ها و به امید دیدار تا هفته دیگر.